به نام خدا. سلام و درود بیکران بر شیفتگان علم و هنر، خصوصا بینندگان خوبی که برنامه همگام با آموزش رو دنبال میکنن. در برنامه قبل با رگدان ساده طرح رگدان آشنا شدیم. در این برنامه قرار هست که همون رگدان رو به همون صورت تکرار میکنیم و یک مدل گشاد که برای ایام بارداری مناسب هست قرار هست که اون رو خدمت شما آموزش بدیم. خدمت شما هستیم. اینجا الگوها رو داریم. الگوهای ما الگوه بدون ساسون هست. خدمتتون هست شود که من اینجا حلقه رو 2 سانتی پایین و بیرون بردم، پشت هم همینطور 2 سانتی پایین و بیرون برده شده. گفتیم که حلقه پشت اینجا به این ترتیب در امتداد خودش قرار میگیره، اما حلقه جلو خطش مستقلن کشیده میشه. و اما آستین رو خدمتتون عرض کنم، گفتیم 1/3 دور سینه به علاوه 2 که شد 32 برای سایز 38. 4 سانتی به دلیل اینکه 2 سانتی پایین و 2 سانتی بیرون رفتیم توی حلقه ها بهش اضافه کردیم، شد 36. 2 سانتی هم به خاطر اینکه ساسون هست شد، ساسون بغل سینه شد کادرش 38. الان من اینجا کنترل کردم حلقه ها رو. الان حلقه پشت شده 24.2 میل، اونجا توی آستین شده 26.2 میل. البته 25.6 میل اولی بوده که بالا نرفته بوده، به خاطر اینکه بالا تنه ها رو برای اپل بردیم بالا، آستین رو هم بردیم بالا. همین مقدار که بردیم بالا شده 26.6 میل. اینجا 24.2 میل رو که اینجا داشتیم توی پشت، اونجا من یادداشت کردم مقدار خوردش هم اینجا نوشتم 2 و 2 میل، 2 سانتی و 2 میل. برای جلو هم به همین ترتیب محاسبه میکنید. جلو رو اندازه زدیم 26.7 میل. برای اینکه کارمون ساده بشه میایم بیرون آستین همین عدد رو مینویسیم. خود آستین هم به ترتیب که میره بالا اعداد به ترتیب نوشته میشه و میره بالا هر چقدر آستین بره بالا. بعد اگه خواستیم از همین آستین استفاده کنیم، از همین کارت برای لباس دیگری نگاه بکنیم، میبینیم که خط اول خوردش کجا نوشته شده، خط دوم کجا نوشته شده. اینجام که الان 28 هست، 26.7 میل، اینجا میشه 1 سانتی و 3 میل، یعنی جلو یک مقدار خوردش کمتر هست. اختلاف 2 سانتی و 2 میل و 1 سانتی و 3 میل حدوداً 1 سانتی هست که ما سعی میکنیم به جلو یکی دو میل خورده بیشتری بدیم، چون طولش بیشتر هست. به همین دلیل درز زیر آستینمون 0.5 سانتی میاد به طرف جلو. اینجا من روی این نوشتم 0.5 سانتی به طرف جلو. شما هم همین کار رو بکنید، کارتون انشالله سایه‌تر خواهد شد. اما اینجا در مورد بالاتنه پشت، اگر گودی کمر داشته باشه شخص به هیچ وجه پشت بالا نمیاد. اما برای کار سایز بندی یک بار دیگه من این کار رو خدمتتون انجام میدم. همه جای پشت 1 سانتی میاد بالا. مثل این میمونه که شما این دور این الگو رو بچینید و از زیرش یه کاغذ قرار بدید، خط بکشید ببریدش پایین 1 سانتی پایین تر و دوباره همون شکل رو به شما میده، فرقی نمیکنه. پس این به این صورت در میاد. الان دیگه خط نمیکشم چون قرار هست یقه سر خود بدم. 1 سانتی دیگه بیخ گردن و طوق یقه پشت رو میاریم بالا. این به این ترتیب کشیده میشه که میاد اون قسمت حلقه دیگه برای آزاد کردن یقه بالا نمیاد، اون همون 1 سانتی هستش. اینجا ادامه میدیم. الان چون اینجا رو 1 سانتی بردیم بالا، چرتمون که از خط وسط 8 میل میرفت به طرف پشت، به اندازه 1 سانتی که اومدیم نصف اون مقدار میاریمش اینور، یعنی 0.5 سانتی میاریم اینور. این 0.5 سانتی اومدن اینور این تأثیری توی تقسیم خورده ما نمیگذاره، چون خود اون به همون ترتیب تقسیم میشه. همین مقداری که به پشت اضافه میشه، همین مقدار از جلو کم میشه. خب پس دارم که یک یقه روی این الگو، یقه یک مقدار از کادری که در می آوردیم پهن‌تر هست، یعنی 8 سانتیمون که اینجا هست 4 سانتی هم به این من اضافه کردم میشه 12 سانتی. اما ترتیب کار برای چسبوندن یقه همون هست. ما روهمگردمون رو میذاریم،
حالا رو هم گردم چون مدل بارونی معمولا زیاد میاد روی هم، از 5 سانت تا 9 سانت. 5 سانت روی هم گرد بذاریم لباسمون، 10 سانت میاد روی هم، 7 سانت روی هم گرد بذاریم که الان من 7 سانت گذاشتم لباسمون، 14 سانت میاد روی هم. یعنی باید خدمت عزیزان هستم که اگر که ما احیانا اینجا یه جا دکمه داشته باشیم، جا دکمه بعدی ما از این خط وسط ملاحظه کنید 14 سانت رو به این قرار میدم، 7 سانت میاد اینجا، اینجا میشه لبه زیری، جا دکمه بعدی اینجا قرار میگیره. یه بحثی بود که حالا من این رو خواستم فیصله بدم. اینی که اینجا پهنای یقه رو که به این ترتیب آماده کردیم، خط 8 سانتمون رو روی اون میکشیم. همین 2 سانتمون رو که از روی خط وسط جلوی جدید میایم پایین و اینجا هم که 2 سانت میاد بالا. این دوتا روی هم منطبق میکنیم. خیلی خوبه که این مسئله تکرار میشه. باز هم احتمالا تکرار این رو خواهیم داشت. همونطور که خدمتتون عرض کردم این زدن این تیکه توی کار ما تأثیری نداره، ولی میزنیم که فراموشمون نشه که این دو سانت باید، چون گاهن اشتباه شده که هنرجوها اومدن خود این لبه رو روی اینجا قرار دادن. خب این مهر رو به اینجا میتونیم بچسبونیم، میتونیم هم همینجا که کادرمون جدا هست 8 سانت و 2 میلی که قسمت پشت بود اینجا علامت میزنیم، اضافه این خط زده میشه، این اضافه مستطیلمون زده میشه. و نیم سانت هم قسمت پشت یقه بود که خالی شد. حالا میتونیم این رو هم به اینجا بچسبونیم، هم میتونیم آوازمانهاش رو هم بیرون از اینجا بدیم، فرقی نمیکنه. اون دیگه بستگی به ذوق و سلیقه و ابتکار خودتون داره. به سه قسمت تقسیم میشه. اینا رو به این ترتیب. این عمل چون وقتگیر هست من الان انجام نمیدم، میخوایم از وقتمون استفاده بیشتری ببریم. ولی باید خدمتتون عرض کنم که ما به ازای هر 2 سانتی که به پهنای یقه اضافه میکنیم، نیم سانت عوازمان رو بیشتر باز میکنیم. توجه کردیم؟ به ازای هر 2 سانتی که به پهنای یقه اضافه میشه، نیم سانت عوازمان بیشتر باز میشه. الان اینجا که ما 4 سانت اضافه کردیم میشه 1 سانت، نیم سانت هم که داشتیم 3 تا، 1 و نیم سانت اینجا روی خط 8 سانت. خط 8 سانت رو به این دلیل کشیدیم. خب حالا یقه بارونی یک یقه ای هست که شکاف نزدیک به هم هست و لبه پایینی کمی کوچیکتر. گرد هر دو لبه ها رو گرد میکنیم. دو تا لبه که میاد نزدیک هم میشه یقه روسی. حالا این رو میبریمش به طرف جا دکمه. فرقی نمیکنه. حالا همین خط صافی رو هم که ملاحظه میکنید میتونیم بیاریم بالا و اینجا بکشیم. اینجا رو گرد کنیم، لبه یه مقدار کوتاه‌تر میشه. دیگه فرقی نمی‌کنه. برای حالا اجازه بدید این یقه رو من خدمت شما نشون بدم. البته شما خیلی دقیق‌تر قیچیتون رو بزنید اینجا، چون ما از نظر وقت قصد داریم که مطالب بیشتری رو خدمت عزیزان آموزش بدیم. یه مقدار کارمون رو سعی می‌کنیم که سریعتر انجام بشه. به خاطر همینم سریعتر انجام شدن کار مستلزمی هست که یه مقدار تو قیچیمون ممکنه کمی اختلال ایجاد بشه. اینی که بله، این الان یقه بارونی هست که برمیگرده، ببینید دستو میذاریم همون محل، برمیگرده شکاف به این صورت نزدیک به هم هست، لبه بالایی یه مقدار پهن‌تر. خب حالا به همین شکل اگر ملاحظه کنید
ببینید من این اضافه رو که بزنم این میشه یقه بلیزری. توجه کنید، یقه بلیزری. حالا با روهمگرد زیاد تمام یقه هایی که شکافشون نزدیک به هم هست حتما باید یقه از روی کار جدا بشه. به هر حال ما الان که قصد داریم رگران مدل بارداری یا مدل راحت رو یاد بدیم، یقه به صورت گرد هست. مدل یقه اینه که اول این یقه رو جدا میکنم که طرز جدا کردن یقه رو ببینید خیلی ساده است. به دو صورت جدا میشه، صورت دیگر رو در کت انشالله در خدمت شما خواهیم بود و اونجا آموزش خواهیم داد. به این ترتیب که برش این البته مستلزم این هست که شما فرض بکنید که این روی پارچه که قرار میدید وقتی یکسان جای دوخت برای این میذارید درست شبیه اون حالتی که اومدیم میاییم اینجا، اینجا یک چرت میاد به طرف این آخرین نقطه دوخت که محل دوخت ما مشخص بشه. اینجا میایم مدل یقه گرد رو روی این میریم. حالا یقه گرد رو من یک مقداری هم تا اینجا میارم پایین که کارمون به اشکال بر نخوره. ولی پایین اومدن این یقه بستگی به دلخواه خود شما داره. اینو از روی خط وسط اولیم جدا میکنم. این گردی رو الان میزنم. الان الگو آماده است برای این قسمت رو، اون قسمت به حساب برآمدگی برای یقه سر خود رو از روی این جدا میکنم. فقط یک سانت برآمدگی پشت بهش میدم. توجه کردیم این اضافه چیده شد. آماده شد برای مدل. همونطور که خدمتتون عرض کردم آستین رو همونطور که ملاحظه می‌کنید از اطراف براش جا گذاشتیم. قبل از اینکه شروع کنیم به کار رگران، چون کار رگران کار فنی هست، این که مستلزم اینه که من در این قسمت هم حالت تکرار جلسه قبل رو داره. فقط چون یه مدل می‌خوایم روش بذاریم با یه ماژیک رنگی میای، چون سرشونه ها بعدم به هم میچسبه ما مقدار سرشونه پشت رو هم اینجا اندازه میکنیم با جلو. اون خوردی که داشت اینجا از بین میره. بعدن هم میتونستیم این رو بزنیم ولی به هر حال الان کار راحت تر میشه. خب سرشونه که بزرگتر بشه میره اون برتر، الان این سرشونه رو یه مقدار کوچکتر گرفت. بله قبل از اینکه شروع به کار بکنیم اون مدلی رو که گردی رو که مورد نظرمون هست از انتهای سرشونه از بالای حلقه میدیم میاد مثلا اینجا تا اینجا، چون پشت معمولا برای اینکه از سر رد بشه چاک میخوره و یه بندیلک و یه دکمه همین پشت دوخته میشه، اما جلو باز از همونجا ممکنه که مثلا بیایم، حالا من این خط رو چیز پس میکنم، این مقدار مثلا گردی رو پایین تر، این دیگه تقریبا میشه گفت دلخواه هست. این خط رو من مردود میکنم. هر جا خط اشتباهی کشیدیم با خودکار همینجوری روی اون چند تا مثلا اینجوری بزنید، دیگه احتیاج به پاک کردن نداره، یا مدادم همینطور فرق نمیکنه. از اینجا کار رگرانمون رو شروع میکنیم. برای پشت فرق نمیکنه، 3 سانت از بیخ گردن میایم پایین. البته هم که خدمتتون عرض کرده بودم این برش ممکنه از محل دیگه هم بیاد، از اینجا هم ممکنه بیاد، فرقی نمیکنه.
ولی چون کار رگلان اینجا هست ما هم از همونجا برش رو انجام میدیم. برای جلو هم همینطور. سه سانت آمدیم پایین. خطکشمون یک سانت با خلقه فاصله داره. خط رو ادامه دادیم مثل پشت که صحبت نکردم راجع بهش. اینم همونطوره، اینم به همین صورت هستش. این دوتا قسمت رو از هم، از قسمت بالا تنه جدا میکنیم. الان فرق نمیکنه این خط مهمش به این طرف باشه یا صاف باشه، تو کار ما هیچ فرقی نمیکنه. اینجا اگر خوب حضور ذهن داشته باشید خیلی راحت این رو به خاطر میسپارید که الان این حلقه، حلقه پشته، میتونید روش هم بنویسید. حالا از خطوطش مشخصه، اینم جلوه. اینجایی که حلقه آستین هست میاد روی این قرار میگیره. گفتیم که یک سانت و نیم فاصله با کجا؟ از دو طرف چرت سرشونه. یک سانت و نیم میایم این طرف، یک سانت و نیم میریم اون طرف. علامت جلو رو وصل میکنیم به تقاطع خط آرنج و خط وسط، پشت رو میبریم و از اونجا ادامه میدیم، میریم تا دم دست به این ترتیب. خب اینجا میایم جلو رو در امتداد این قرار میدیم، یک سانت و نیم فاصله با حلقه. اینجا هم همینطور یک سانت و نیم. یه مقداری چون اینجا کله رفته بالاتر من خطای خود آوردم پایین‌تر. خب اینجا الان یک سانت و نیم مشخصه، مثل جلسه قبل نیست که بخوایم به حساب اون سختی رو داشته باشیم. در امتداد این خط قرار میدیم. فاصله بالا هم که همت خدمتتون عرض کردم 14 تا 16 برای شیب 6 سانت بود. اینجا چون دو سانت برای پر رفتیم بالا، 14 هم میشه 15 16 17 18. میشه فاصله بین 18 تا 20. به همین ترتیب فاصله رو تنظیم میکنیم. اینجا انحنا تقریبا دست خودتون هست که گودی رو بیشتر کنید یا کمتر کنید. البته اینجا به دلیل اینکه حلقه ما یه حلقه 20 آسان هست، گودی ها رو ما کمتر کشیدیم. اینه که مقدار داخل هم آمد اشکال زیادی نداره. انحنا رو میتونیم کمتر بگیریم، ولی به هر حال خدمتتون عرض کردم که این انحنای جلو بیشتر میشه چون گودی حلقه جلو بیشتر هست. الان این رو با همین وضعیت میچسبونیم. پس بهتره که به خاطر داشته باشیم که مسئله فاصله این بالا برای آسین های باساسون همون اندازه هست، برای آسین های بیساسون کمتر خواهد شد. به دلیل همین مسئله خدمتتون عرض کردم. الان میایم این تیکه های اضافه رو جدا میکنیم، این رو ادامه میدیم. خطمون رو که قرار بود از روی این وسط این تیکه رو در بیاریم، یک سانت و نیم این تیکه رو که چسبوندیم به تو دو طرف اینجا اضافه میکنیم، یک سانت و نیم به این طرف، یک سانت و نیم به این طرف. این به خاطر این هست که آستینمون کوچیک نشه. از اینجا که یک سانت بیایم بالا، این تیکه ای بود که از اینجا جدا میشد و میامد تا اینجا. اینجا هم همینطور. منتها همطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، این علامت رو ما دو سانت بالا 4 سانت بیرون، چون بالا آمدنش خب دلیل کوچک شدنش میشه اینه که وقتی دو سانت بیاییم بالا، دو سانت هم اونجا رفتیم بیرون بعد اضافه کردیم، ولی حدوداً 4 سانت که بره بیرون این از تقاطع کارور روی الگو مشخص هست، خط مشخص هست، خط کارور اینو میبریم تا اون نقطه و از اینجا هم از کارور جدا میشه. یک کمی
انحنای بیشتر میایم تا این نقطه. خب اندازه ها رو چک میکنید طبق همون حالتی که چک کردیم با همدیگه توی جلسه قبل. دم دست رو هر مقداری که دوست داشته باشید مشخص میکنید و خط رو میکشیم تا اونجا که همطور که خدمتتون عرض کردم میتونه این خط انحنایی به طرف داخل داشته باشه، یه مقدار خیلی کمی، حدوده شاید یک سانت وسط بیشتر این فاصله رو بگیره، به همون صورتی که دامنه ترک رو میکشیدیم. خب اینجا الان شکل حالت طبیعی خودش رو گرفت. به همون ترتیب میایم اینجا این قسمت های بالا رو که خط گردی روی اون هست از اینجا جدا میکنیم. توجه کنید این خط گردی که کشیدیم اینجا جدا میشه خبت. این وسط رو الان دیگه از اینجا خارج میکنم تا آرنج، منتها دیگه تا پایین نمیره. اینم همون حالت گردی خودش رو میگیره. به این صورت این تیکه که الان جدا شد، تیکه پشت رو هم به همین ترتیب خطش الان مشخص هست. حالا ماجیک خوشبختانه اینجا این خاصیت رو داره، اینجا این زده میشه، اینجا این هم به این صورت زده میشه. خب این تیکه های این تیکه پشت هست، این تیکه جلو هست. الان من جلو رو میارم، ببینید میتونیم جدا کنیم به هم بچسبونیم، همینجا هم میتونیم به این ترتیب کنارش قرار بدیم که یه وقت اشتباه نشه خطوطی که کشیده شده کاملا بر هم دیگه منطبق میشه، جدا میشه. تیکه پشت هم به همین ترتیب میاریم روی خودش قرار میدیم به این صورت. تیکه پشت هم جدا میشه. تمام محل هایی که اینجا از هم دیگه جدا میشه اینجا چرت میخوره، یعنی اینجا باید شما چرت کارتون مشخص باشه. این رو هم میاریم از سرشونه به هم میچسبونیم، این کاملا یه تیکه میشه. گاهی دیدم پشت رو چاک نمیدن، جلوی مقدار حالت هفت میاد روی هم، اونم مدل قشنگی هستش. پس تمام قسمت هایی که به هم چسبونده شده روی کار چرت میخوره، ما از این دولا میبریم روی قسمت لایی چسبونده میشه. قسمت جلو هم حالا من اینجا قرار میدم، ببینید این رو با لبه صاف یک کاغذ میزون میکنیم، میبریم اون ورتر. وقتی میزون کردیم محل اینجا رو علامت میزنیم. پایان وقت هست، این هست که یه مقدار معجزه دارم کار رو کامل بگم. میاییم اینجا عوازمان میدیم، از این نقطه اینجا شکل الگومون رو اونجا میکشیم، از این نقطه به این ترتیب میاییم اینجا، این میشه گشادیه چین برای جلو. پشت هم به همین ترتیب، اما در مورد آستین قسمت پایین رو تا میزنیم مثل ساسون، این قسمت بالا حدوداً 10 سانت باز میشه. وقتی که باز شد یک کاغذ زیر اون قرار میدیم، چسب میزنیم، میایم از بالای حلقه ها، یعنی از اینجا بالای حلقه تا این طرف، این رو چون آستین یه تیکه هستش در این حالت، این به این صورت که این وسط کاملا میشه چرتی که با درز سرشونه جفت میشه. خب در این برنامه با رگدان دوران بارداری یا رگدان آزاد برای منازل لباس راحت آشنا شدیم. در برنامه بعد با یک رگدان فنی تر که اون هم باز تقریبا میشه گفت که تکرار این دو رگدانی هست که خدمتتون عرض کردم، اونتا با یه مدل پیچیده تر روبرو خواهیم شد. از اینکه به این برنامه توجه دارید و
پذیرای ما در محافل گرم منازلتون هستین بسیار سپاسگزاریم. تا خدمتی دیگر بدرود.